سلام علیکم اوجی فامیلی فرندز، بچا چال دارین؟ خوب هستین؟ بخیرین؟ جانتان جور است. اوجی بک، اوجی این دی بیلدینگ. بچش یک چند وقت میفهمی که مسافرت بودم. عزیز خدا خسته شدم از زندگی لاکچری، از این کشور داو کشور، از این فرودگاه داو فرودگاه، از این پرواز داو پرواز. فامیلی امروز باز دوباره اومدم چنل تو دوباره یکم اکتیو باشم. بچا متاسفانه معذرت میخوام، اصلا اکتیو نبودم، خیلی فعالیت داشتم، باز فیلم برداری از اینجا برو هلند، از جا برو طرف، از برو طرف. آخره ماه بچه‌ها یادتان نره، بچه‌ای که در سویدن هستیم 27 آپریل در استکهلم هستیم یادتان نره، من ابوم حتما اونجا هستیم. بچه‌ها تیکتای خودا بگیرین. یک سوال دارم که چی حال دارین بچش؟ حالتان چطور است؟ حالا که حال دلتان خوب باشه. من خیلی حالم خوب است، فیت هستم. ای که امیدوار هستم که شما هم فیت باشین. بریم امروز با یک ترکی میخوایم، ترک نیکاف پخش شده بچه‌ها به نام فلای. مشتاقم ببینم که نیکاف چیکار کرده و چه ترکی هست بشنویم. موزیک ویدیو هم هست ببینیم با هم. لتس گو. زیاد گپ Produced by Omerio Rigasby. Record mix master Rio Roman Halva. Link of the Spotify. بچه ها پلتفرم های شما در تیک تاک، اینستاگرام، حتما کسایی که مخاطبش هستین و دوستش دارین برین فالو بکنین و بهش اگه انرژی بدین. چه چهره، چه نگاه غمگینی داشت اینجا. واو. حسه میتونه منتقل بکنه. بعد شد گیتاری داره اول بیت بچش. واو، تصویر درون ندیدین؟ اینجا باید فلو عوض شه، امیدوارم اینجا فلو عوض شه. فعلا احساس میکنم که رکورد خوب رکورد نشده بچه ها. باید فلو عوض میشد. آفرین، کارش بلد میکنم. اینجا فلو رو باید عوض میکرد. آجی شبیه چیز شده یه لحظه این ویدیو، این قسمت ویدیو شبیه مثل تبلیغات رنج روور شده. ببینین انگار تبلیغات رنج روور است. چه کوالیتی و چه کیفیتی و چه موتر تمیزی. بلاک روزنهایم و نیکاب رنج روور باز و فراد موتر باز. شده دلم بره دستات بره روزایی که بودم سرت حساس، دیگه خسته شدم از این مود بعد، مرا خاطراتت میبره ده پرتگاه، خواستم بسازم کرده تو فردا، ولی تو هی قلب من شکاندی هر بار، دیگه نیستی جورنای پرواز، هرچند بعد تو نمیمونم تنها. دلم نمیگیره کسی دیگه جای تو ره، چشمایم بهانه خود تو خود خالی کنه، شدم مکد خودم توی دل تاریکی قهر، در دریای چشایم نگاه تو جاری شده. وای بچه ها، من نفهم نیکاف کجا رکورد کردی لالا؟ بچه ها میبینیم، من نظر واقعی، من نظر صادقانه میدم. بعد فکر کنیم من نیکاف قریبه نیست و باش فرهاد باش خیلی دوستشم دارم، خیلی بچه خوشخلق و همه چیزی پرفکت است، ولی میفهمیم در مورد موزیک اینجا باید نظرم رو بگم. وای خوب رکورد نشده، حیف، ترک حیف شد. قشنگ فالشی های ملودی داره حس میشه، میفهمی که در صدا هست، ولی چه شاتایی، چه کوالیتی، چه تصویری. اینجا که در بیرون گرفتن خیلی خوب است، چه نوری هم داره. چقدر دنیایم بدون تو سرده، دیگه نمیشینه دلبایم لبخند،
داشتم با ولی یک دورگه بودن صدای نیکا دوست دوستانم در اینجا ببخشید حالت نبوده تو حس شد حس شد باید اگه اشتباه نکنم نمیفهم فکر کنم کی بود فرهاد باز باید پرسان کنم در خانه ما بودیم اینجا ما بودم و افراز بود و فرهاد بود و بچه ها میلویال و یا کلگی بودن و کیوان بود کلگی فکر کنم همین ترک اگه اشتباه نکنم همین ترک بود آه یک چیزی نیکاف نشان داد ما بعد گفتم واو چه ترک خوبی هست چه بیت جالبی داره چه حس جالبی داره آجی بیاد رکورد خاصی بکنی بیا یک جایی بریم استودیو گوش نکردی گفه مرا چه تصویری اولی بچش اینجا واقعا آجی سخت ها بعد فراد هم نکام هم قدش نکام هم قدش بلند هم فامیدی فکر کنید تصویر جای کدن هم سخته یکی هست مثل نکام و نمی فام دیگه بدماش و افراز و بچه هایی که قدشان بلنده است کیوان هم قدش بلنده یاره در کمره جای کدن جنجال است یاره در کجا در کادر جایشان بکنی پدلان جینزشم قشنگ آجی سی که بین ما بود دیگه هیچ موقع نمیکنی پیدایش هرچند هر شب بود پر سر و صدا خونه دودای سیگارو برم ریه نمیمونه فقط پر من فکر میکنم چون قسمت های ملودی فرهاد نیکاف تا حال زیاد ملودی کار نکرده قسمت های ملودی هنوز خب یک پختگی نیاز داره ملودی به ای آسانی نیست اجرا کردنش بچه ها ولی قسمت های پارت های رپش ها میبینید چقدر خوب اجرا میکنه چون تسلط داره روی حالت رپ کردنش هرچند هر شب بود پر سر و صدا خونه دودای سیگارو برم ریه نمیمونه فقط پرم شد یکی یکی تارای گیتار حالی مست کرده ای دیوانه برای تو میخونه افت خماری کشیدم بودم معتاد تو گشتم کلی سر کار دنبال تو نمیفهم بدم عکسای تا کدامش دردیه کسی ازم نمیگیره سراغت نه آه این شات خیلی شات خوبیه شیت آجی عاشق هم نباشی تصویر اینجا ببینی عاشق میشی طبیعتا این داشته کوهای آلپ در پشت سر مانده نباشی بچهش خب یک سری چیزها هست بچه ها به نظر من همین تجربیات ملودی خواندن و یکم با صدا بازی کردن باید چند بار آدم انجام بده یک آرتیست یا هر کسی دیگه تا که یک پختگی داخلش به وجود بیاد و این خیلی طبیعی است من ترک های خودم اول های خودم گوش میکنم من حتی شاید بدتر از اینجا که بد نبود یعنی ضعف احساس میشد ولی بد نبود من بد بودم حتی اولی که من ملودی میخواستم بخونم من بد میخواندم تا اینکه یکم تسلط بهتری پیدا کردم روی صدایم دیگه به صورت مانده نباشند خودش تیمش خوب بود وایب مثبتی داشت جالب بود یعنی وایب مثبت منظورم از این است که باش وایب میکردی چون بیت خیلی خوب بود پرودوس شده بود بعد رنگ صدای دورگه ای هم که خود نیکا استفاده میکرد این خشت صدا این خیلی جالب است اوجی فامیلی تا یک ویدیو دیگه بخیر باشین خدافظتان به ما بگین که چیال دارین بچش ایدوانه تو رنه یا سرابی ها با بوی تن تا رو من روزتی ها خوابم نمه بره بدون تو شبا من نفهمم که بوده از من تقصیر ها ایدوانه عالی خراب کده شاره مثال فرهاد شیرینم پاله هر کسی ترمشم